بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، خدمة همه محصلان عزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امیدوارم در هر جایی که هستید خوب و خوش و صحتمند باشید و لباس و عافیت به تن داشته و از گزند روزگار در حفظ و امان الهی باشید. باز هم در جلسه دیگری از جلسات مضمون اصول فقه قرار داریم. در درس گذشته ما امر را تمام کردیم و امروز میپردازیم به نهی. سه عنوان را امروز خواهیم خواند انشاءالله: نهی در لغت و اصطلاح، عنوان دوم موجب نهی چیست، چی چیزی واجب آورنده نهی است، یعنی نهی به چند معنا به کار میره و این معانی چی دلالت هایی می داشته باشه. عنوان سوم، آیا نهی خواهش تکرار و فوریت را می کند یا نه. همانندی که ما این بحث را در بحث امر هم خواندیم که آیا امر خواهش تکرار و فوریت را می کند یا نه، همان گونه در بحث نهی انشاءالله یه موضوع خواهیم خواند که در بحث نهی باز کاملا این موضوع متفاوت از بحث امر. خب، در بحث خود انشاءالله میپردازیم ابتدا به نهی در لغت و اصطلاح که نهی چیست. الفرع الثالث النهی، النهی فی اللغة المنع، نهی در لغت همون منع را میگویند، یعنی منع کردن از یک کاری، منع شدن کسی از یک کاری. و سمی العقل نهیه، عقل نیز نهیه نام نهاده می شود. چرا؟ لأنه ینها صاحبه عن الوقوع فيما يخالف الحق والصواب، زیرا عقل صاحبش را از وقوع در مخالفت با حق و صواب نهی می کند و آن را برحذر می دارد، نمی گذارد که انسان در راه مخالف حرکت بکنه، مخالف از حق و مخالف از راه درست و صحیح. در اصطلاح ای خود اللغت بود، در اصطلاح چی معنا نهی؟ طلب الکف عن الفعل على جهة الاستعلاء، طلب کردن باز داشتن از فعل یا طلب من از فعل، علی جهت الاستعلاء و از بر جهت استعلاء، یعنی از طرف بالا به پایین دستور داده میشه اما بر ترک یک چیز. طلب میشه از طرف بالا، از طرف بالا به پایین طلب بازداشتن و من یک فعل میشه. بصیغه دالت علیه، بصیغه ای که دلالت بر نهی و کف از فعل بکند، مثل این که نفر به کسی میگه این کار را نکن. خب این کار را نکن از جانب بالا به زیر دست خود میگه این کار را نکن و او را از انجام یک فعل باز میداره. خب صیغه نهی چیست؟ صیغه های مشهوری داره نهی و صیغه های متعددی داره، از جمله مشهورترین صیغه از او می باشه لا تفعل. الصیغه المشهوره من صیغ النهی لا تفعل، این کار را انجام نده. خب میتونه از باب های مختلف این موضوع مطرح بشه، حالا این باب ثلاثی مجرد از اونه. لا تفعل یعنی انجام ندی این کار را، که قوله تعالی مانند این قول الله متعال ولا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشوید. خب ولا تقربوا نهی دیگه، نهی میکنه از قرب به زنا و نزدیک شدن به زنا. و منها نفی الحل، از جمله صیغه های نهی که مشهوره همچنین نفی حل، یعنی حلال بودن یک چیز را نفی میکنه، مانند این گفته ای الله متعال فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر بار سوم مرد زن را طلاق داد فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره،
پس حلال نمی شود برای او، یا حلال نمی باشد برای او بعد از این آن زنش، تا اینکه همسری غیر از این همسر اولی را به نکاح بگیرد. بنان فلا تحلو نفی حل میکنه، یعنی نفی حلال بودن، حلال نیست میگه. این هم در حقیقت یکی از صیغه های نهی می باشه. و التعبیر بلفظ یدل بمادته علی النهی والتحریم، همچنین از صیغه های نهی میتونه تعبیر به لفظی باشه که دلالت به ماده خود بر نهی و تحریم بکنه، یعنی هم از ماده نهی گرفته شده، همین نون و ها و یا، و همچنین از ماده تحریم گرفته شده که محا و را و میم باشه، اینها هم دلالت بر نهی میکنه. مانند این گفته الله متعال و ینها عن الفحشاء والمنکر، و ینها و نهی میکند الله متعال عن الفحشاء والمنکر، از فحشا و منکر، کارهای ناشایست و نابجا. خب حالا صیغه نهی و ینها، خب از امو صیغه نهی گرفته شده از نفس ماده نون و ها و یا، این هم دلالت بر نهی میکنه. و قوله تعالی حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم، حرام شده بر شما مادران شما و دختران شما. حرمت حالا که از نفس ماده تحریم گرفته شده، حروم یا حیو حا و را و میم، بنان اینها هم دلالت بر نهی میکنه که حرام شده، یعنی نهی کرده الله متعال شما را از اینکه مادران و دختران خود را به نکاح بگیری. و قد یأتی النهی باستعمال صيغه الامر الداله على النهی، گاهی هم نهی میآید با استعمال صيغه ای که دلالت بر نهی میکند، صیغه امری که دلالت بر نهی میکند. این جالبه که خود ماده صیغه صیغه امره، اما معنای و معنای نهیه. به عنوان مثال الله متعال میفرماید و ذرو ظاهر الاسم و باطنه، و ترک کنید آشکار گناه و پنهان گناه را، یعنی ظاهر گناه و باطن و گناه را ترک کنید. حالا ذرو صیغه امره، اما معنای و نهیه. ذرو یعنی ترک کنید، منع میکنه، نهی میکنه انسان را از ظاهر گناه و باطن گناه. بنان صیغه های مختلفی میتونه که نهی داشته باشه، از جمله صیغه های مشهوری که ما و شما خواندیم. حالا بحث دیگر اینه که موجب نهی چیست، یعنی وقتی نهی استفاده میشه در قرآن و سنت میتونه به چی معانی استعمال بشه، یعنی چی چیزهای واجب می آوره برای کسی که منهی عنهوی و کسی که نهی شده، مورد نهی قرار گرفته، چی چیزهای بر او واجب می آوره. صیغه النهی استعملت فی عدت معان، صیغه نهی به چند معنا استعمال شده. از جمله معانی که نهی استعمال شده، تحریم می باشه، کراهت می باشه و دعا می باشه و یأس و ناامیدی می باشه و ارشاد می باشه و غیر از او. خب الله مشهورترین معانی از او همو تحریم و کراهت و دعا و تعییس و ارشاد می باشه که هر کدام بر انشاءالله مثالی از آن خواهیم داشت. مثال برای یکی اول تحریم می باشه. گاهی وقت معنای نهی برای تحریم حرام میکنه یک چیز. به عنوان مثال میفرمایه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، و نکشید شما نفسی را که الله حرام قرار داده آن را، کشتن آن را، الا بالحق، مگر به حق. اگر حق بود میتونین بکشین، مگر مثل این که نفر قاتل او بعد از محکمه و بعد از بررسی محکمه اسلامی میتونه که قصاص بگیره از او، و یا زانی محسن محکمه اسلامی بعد از تحقیق و بررسی میتونه او سنگسار بکنه، و یا مثلا مرتد شده، ارتداد از او ثابت شده، بعد محکمه اسلامی و توبه هم نمیکنه او میکشه.
بنان اینا به حق، اما غیر از این هیچ نفسی حرامه که انسان به قتل برسانه بناحق. بنان حالا الله مطال میگه لا تقتلو، لا تقتلو صيغه نهیه، نهی از قتل میکنه و این نهی معنای تحریم میده، حرام است اگر کسی نفس کسی را به قتل برساند بناحق. گاهی وقت میشه نهی معنای کراهت تر میده، یعنی مکروه که او کار را انجام بدین. صاحب کتاب گفته مثل این قول پیامبر علیه الصلاة و السلام لا تصلوا فی مبارک الابلی، شما در همو گاشگاه گاش شتران نماز نخوانید، چون اونجا چتله و مشکل داره و خوب نیست، ناپاک، پاک نیست. البته صاحب کتاب گفته که ای چیه؟ کراهت، مکروه. اما خیلی از علما و فقها میگن که مراد از این تحریمه، حرامه کسی که در مبارک ابل نماز میخونه. خب به هر صورت طبق قول بعضی از علما اگر بگیریم کراهت ثابت میشه. البته یک چیز رو باید اضافه کرد که کراهت در نزد جمهور علما و فقها کراهت مرادی و کراهت تحریمیه، یعنی نزدیک به حرام. اما در نزد احناف به دو قسم تقسیم میشه، کراهت تنزیهی داریم و کراهت تحریمی. که کراهت تنزیهی نزدیک به حلاله و کراهت تحریمی نزدیک به حرام. خب گاهی وقت میشه نهی به معنای دعایه، اصلا نفر نهی میکنه در حالی که این نهی نهی نیست که به معنای تحریم باشه یا کراهت باشه، دعای مثل این گفته ای الله متعال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا. خب از جانب بنده وقتی که به پروردگار ندا داده میشه گفته میشه ربنا ای پروردگار ما لا تزغ قلوبنا، قلبهای ما را کج نگردان بعد از هدیتنا، بعد از این که ما را هدایت نصیب فرمودی. خب حالا لا تزغ در اصل صیغه نهیه، اما چون از جانب بنده به جانب الله، از جانب پایین به طرف بالایه و مخاطر این دعا گفته میشه، دعا گفته میشه. معنای دیگر گاهی نهی به معنای تعییس، یعنی ناامید کردن، امید کسی را از دست دادن. به عنوان مثال الله متعال می فرماید لا تعتذر اليوم، شما امروز معذرت خواهی نکنید. یه برای کسانی گفته می شد که خب یک کار اشتباهی را انجام داده بودند و قاریای قرآن و حافظان قرآن را تقریبا به استهزا گرفته بودند و به مسخرگی گرفته بودند، بنان الله متعال می فرماید لا تعتذر اليوم، بعدن باز شروع کرده بودند به معذرت خواهی که ما قصد بعد نداشتیم. البته ادنه منافق بودن که این کار را انجام داده بودن. الله متعال می فرماید لا تعتذروا اليوم، امروز معذرت خواهی نکنید. قد کفرتم بعد ایمانکم، بعد از ایمان ظاهری که داشتید شما کافر شدید با این کار خود. بنان لا تعتذروا صیغه نهیه، اما معنای تعییز سر میده که یعنی امیدوار نباشید که معذرت شما پذیرفته بشه. لا تعتذروا، معذرت خواهی نکنید، یعنی اونا ناامید میکنه از این که بخشیده شوند. گاهی وقت معنای نهی ارشاد، رهنماییه. یک مسئله ایر میخوای الله متعال یا شریعت اسلامی به انسان رهنمایی بکنه، مثل این قول الله متعال لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم، شما سوال نکنید از چیزهایی که اگر برایتان آشکار شود بدتان می آید و بد می برید از آن. خب یه حالا لا تسألوا صیغه نهی، اما برای ارشاده. اگر کسی چیزی سوال کرد و بعدا جواب داده شد خب حرام نیست، اما خوبه که سوال نکنه، حالتی خراب نشه بعد از اینکه معنای رو میفهمه و جوابی در میابه. بعضی سوال ها نیاز به این نیست که پرسان باشه و بعد در حالی که جوابی رو میدانه نفر، بعد از اینکه جواب آشکار شد از طرف
پاسخگو بعدی بیایه و یا حالتی خراب بشه، نیازی نیست سوال بکنه. مثل یک نفر که آمده بود از پیامبر صلی الله علیه وسلم پرسان میکنه که یا رسول الله، پدر ما فعلا در کجایه؟ پدری هم در حالت کفر وفات کرده بوده. خب پیامبر صلی الله علیه وسلم از آخر که خیلی اصرار کرد، گفتن که پدر تو در جهنمه. خب بعد از این آمد و ناراحت شد. خب چی نیازه که تو همی سوال میکنی در حالی که میدانی که اگر جواب داده باشه ناراحت میشی؟ خب بعضی از سوال ها درست نیه. بنان این معانی متعدد در میتونه که نهی داشته باشه و موجب نهی میتونه که همی چند معنا باشه. ولی اختلاف المعانی التي يستعمل فی النهی، به خاطر اختلاف معانی که نهی در آن استعمال می شود، اختلف العلماء فی معناه الحقیقی، در معنای حقیقیش علما اختلاف کردند. خب معنای حقیقی نهی چیست؟ خب یکی از این معانی باید حقیقی باشه و دیگران مجازی باشه. ای فی موجبه ای فی حکمه، یعنی در موجب نهی یا در حکم نهی کدام معنا با کار برده میشه در اصل؟ ای فی ما یدل علیه نهی اذا تجرد عن القرائن، یعنی در آنچه نهی دلالت میکند بر آن زمانی که تجرد و مجرد از قرائن باشه. همونطور که بحث ما درباره امر داشتیم که مجرد از قرائن بود، معنای حقیقی از او چی بود؟ معنای حقیقی نهی را هم باید بدانیم که زمانی که مجرد از قرائن باشه چی معنا میده. فقال قوم، بعضی گفتن انه یدل علی الکراهه، بعضی گفتن که دلالت بر کراهت میکنه، چون ادنا موجب نهی همین کراهت میباشه. و هذا هو معناه الحقیقی، معنای حقیقیش همین است. ولا یدل علی غیرها، بر غیرش دلالت نمی کند، الا بقرینه، مگری که قرینه بیایه توسط او قرینه دلالت بکند. و قال آخرون، بعضی گفتن انه مشترک بین الکراهه و التحریم، معنایش مشترک بین کراهت و تحریمه، گاهی کراهت معنا میده و گاهی تحریم معنا میده. نه ای تو، یعنی هم تحریم معنا میده و هم کراهت معنا میده، بعضی ها گفتن. و هذا هو اصل معناه، و این معنای اصلیش همین است. خب والقرینه هی التي تصرفه الى واحد منهما، خب قرینه است که به ما میفهمونه که معنای کراهت ارگاهی میده، گاهی معنای تحریم ار میده، توسط همون قرینه میدانین. اما بدون قرینه مشترک بین کراهت و تحریمه. اما جمهور چی گفتن؟ جمهور گفتن این موجب الامری هو التحریم، واجب آورنده اهر و معنای حقیقی نهی همون تحریم است. فهذا هو معناه الحقیقی الذي وضع له، معنای حقیقی که بس شده برای او همین است که برای تحریمه. ولا يستعمل في غيره الا على سبيل المجاز، در غیرش جز بر سبیل مجاز استفاده نمی شود، استعمال نمی شود. والقرینه هی التي تدل على اراده هذا المجاز، آن قرینه است که دلالت بر اراده این مجاز می کند. اما لو تجرد عن القرائن، اما اگر مجرد از قرائن بود، فيفهم منه التحريم لا غير، تنها تحریم از آن دانسته می شود نه غیر آن. و قول الجمهور هو الراجح، قول جمهور راجح هم هست. فصیغة النهی، بصیغة نهی وضعت لتدل على طلب الكف عن الفعل جزما، اصلا صیغه نهی وضع شده بخاطر که دلالت بر طلب باز داشتن از فعلی به طور قطعی بکند. و العقل یفهم الحتم من صیغة النهی المجرد عن القرینه، عقل همچنین میدانه که صیغه نهی مجرد از قرینه وقتی آمد معنای حتمی را در آن دارد که حتما این کار انجام نباید داد. ولا معنا للتحریم الا هذا، معنای تحریم هم جز این نیست که یک نفر کار را به طور جزمی باید انجام نده دیگه وقت نهی می آید، وقت صیغه نهی به او استفاده میشه. یؤیده ان السلف کانوا یستدلون بصیغه النهی المجرده على التحریم، همچنین تایید این قول را میکنه وقتی که سلف استدلال میکردن به صیغه نهی مجرد است برای تحریم. یعنی هر وقت سلف هم برای نهی، برای این که یک کار حرام جلوه بدن و حرام قرار بدن، حرام بودن از او یعنی آشکار بکنن، از صیغه نهی مجرد استفاده میکردن. خب از این بحثم تمام شدیم. پس قول جمهور همون قول درست و صحیح.
میم سر بحث دیگری که آیا نهی خواهش فوریت و تکرار را می کند یا نه. طبقی که این بحث در موضوع امر هم داشتیم، آیا خواهش فوریت و تکرار را می کند یا نه. به عنوان مثال اگر نهی صورت گرفت، آیا نفر یک بار نهی را انجام بده کفایت میکنه یا نه بار بار باید انجام بده. یک موضوع. و موضوع دیگری که آیا صیغه نهی دلالت بر فوریت میکنه، یعنی سریعا و مبادرا باید او کار انسان ترک بکنه همو لحظه که نهی صورت میگیره، یا ای که نه اگر چند وقت بعد به تاخیر او کار انجام نداد و نهی و ترک کرد ای هم کفایت میکنه. خب نیاز به بحث که علما ببینیم چی میگن. ذهب البعض الى ان النهي لا يدل بصيغته على الفور والتكرار. بعضی گفتن که نهی دلالت نمیکنه به صیغه خود بر فوریت و تکرار، لان طبیعته لا تستلزم ذلك، زیرا طبیعت نهی، طبیعت صیغه نهی چنین نیست که مستلزم فوریت و تکرار باشد. و انما یجب ذلك من امر خارج عن الصيغه. اگر معنای رو بر فوریت و تکرار چی بکنیم بگیریم، خب این امر خارجی خارج از صیغه خودش هست، یعنی صیغه خودش خواهش این امر نمیکنه، بلکه یه امر خارجی است که از خارج ما خارج و ماهیت شی موسیقی میایه. ای بالقرینه الداله علی الفور و تکرار، یعنی قرینه باید باشه که دلالت بر فوریت و تکرار بکنه. بدون قرینه نمیتونیم ما صیغه نهی بر فوریت و تکرار حمل بکنیم. و ذهب البعض، بعضی گفتن الی ان النهی فی اصله یفید الفور و تکرار. بعضی گفتن در اصل نهی افاده فوریت و تکرار را میکنند. تکرار الکف یعنی بار بار باید انسان از او کار دست بردار باشه و دست بکشه او کار را نکنه. و استدامتی فی جمیع الازمنه، در همه زمان ها باید این کار را دوام بده، یعنی تو نمیشه که وقت الله متعال میگه که شراب نخور، خب همود هم شراب نخوره اما بعدا باز شراب بخوره، یا همو لحظه شراب بخوره اشکال نداره بعدا باز چند روز بعد شراب بخوره اشکال نداشته باشه، این کار نباید بشه. باید تکرار شرط در موضع نهی. طبق قول ای دسته از علما، کما یقتضی ترک الفعل فورا، چنانچه ترک فعل فورا باید صورت بگیره، یعنی خواهش میکنه که ترک فعل باید فورا صورت بگیره. ای فی الحال، یعنی در حال. خب فایزا نهت شارع عن شیء، وقت شارع از چیزی نهی میکنه، فعلی المکلف کف عنه حالا و دائما، بر مکلف لازم است که از او دست بکشه همان وقت و دائما و بعد از همان وقت، یعنی به طور دائم باید از او کار دست بکشه. لان الامتثال فی باب النهی، زیرا فرمانبرداری و امتثال در باب نهی، لا يتحقق الا بالمبادره الى الامتناع عن الفعل حالا، اصلا متحقق نمیشه مگر اینکه سرعت بخشیده شه، مبادرت بشه به سوی امتناع از فعل در همان حال، یعنی همان وقت. والاستمرار على هذا الامتناع، همچنین استمرار بر این امتناع. خب امکان نداره که اگر الله متعال میگه ولا تقرب الزنا، شما به زنا نزدیک نشوید، خب یک نفر بگه خیره، حال اگر حال فعلا زنا بکنم مشکل نداره بعدا باز ترک میکنم، نه باید همو لحظه دست بکشه از زنا، دیگه این دلالت بر فوریت میکنه. و همچنین دلالت بر تکرار میکنه که هیچ وقت همی حال هم باید دست بکشه و هیچ وقت نباید به زنا نزدیک بشه، یعنی کاملا این موضوع تا موضوع نهی تا موضوع امر فرق میکنه. خب و ایضا فان الفعل انما نهى الشارع عنه لمفسدته، همچنین اصلا فعل وقتی که شارع از آن نهی میکنه، از یک فعل، به خاطر مفسده از اونه، چون مفسده داره، مشکل داره و در جامعه خفت به بار می آوره، و مو خاطر نهی شارع از آن نهی میکنه. ولا یمکن در او هذه المفسده،
دفع این مفسده ممکن نیست الا بالامتناع عنه حالا و دائما، مگر اینکه باید امتناع از آن صورت بگیرد در حال و دائما و برای همیشه. و هذا ما نرجحه، و همین قولی است که ما آن را ترجیح می دهیم. بناً در نهی هم قول صحیح و درست و راجح اینه که نهی خواهش فوریت را هم می کند و خواهش تکرار را هم می کند. در همین جا درس ما به پایان رسید. امیدواریم که انشالله درس چیزی آموخته باشه، از چیزی از درس آموخته باشیم و درس مفید واقع شده باشه. تا درس بعدی همه محصلان عزیز رو به الله متعال میسپارم. در حفظ و امان الهی باشید. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.